سلام، عرض کنم به حضورتون که امروزم توی اسلبل نظام قوقایی بود سر حقوقای نجومی. نمیدونم یادتون هست یا نه، این طرح 2 سال پیش مطرح شد. بعد اینکه دلواپسا دست نجومی بگیرای دولت رو کردن، باند شیخپری هم دست پاسدارای نظام رو کرد. اما ببینیم این طرح چیه. من تعجب میکنم در این شرایط سخت اقتصادی که ما قرار داریم و مردم ما دچار مشکلات سخت اقتصادی هستند، طرحی داره پیشنهاد میشه که باز هم حقوق مدیران را افزایش دهد. یعنی بنزین عزیزان روی آتش ریختن هست با این طرح. دوستان طراح کمیسیون محترم، با چه دیدگاهی این طرح الان راه کردید و میخواهید تصویر کنید؟ من در ماده 1 نام دستگاه و مؤسسات نام برده. من خواهش میکنم دوستان توجه کنید، در ماده 2 میگه میانگین نباید از 2 برابر حد اکثر حقوق تجاوز کند. آقایون عزیز، در برنامه 6 ما حداقل حقوق 7 برابر بود، کردیم 14 برابر، گفتیم 2 برابر حد اکثر. الان اومده دوباره اعلام میکنه میانگین 2 برابر باشه. یعنی حد اکثر 2 برابر الان شد میانگین 2 برابر بایتر. یعنی ما خود به خود سقف حقوق در 40-50 میلیون خواهیم بست. عزیزان، این قوانین ما همون قوانین خواهد شد که حقوقای نجومی توش در اومد. حقوقای نجومی هم ریشه در قانون مجلس داشت، گرچه با هیاهو ما نگذاشتیم مردم بفهمند. باز دوباره داریم تکرار میکنیم، حد اکثر میانگین با حد اکثر حد 2 برابر فرق میکنه، شما بهتر میدونید. بر چه اساسی؟ چرا؟ چه اتفاقی افتیده؟ درآمد ما بیشتر شده؟ وضعیت کشور بهتر شده؟ وضعیت مردم بهتر شده؟ فقط تو 2-3-4 بند خیلی جدی برای تخلف از این قانون ما تنبیه گذاشتیم، در صورتی که داریم ما به شکل پنهانی قانونی رو تصویب میکنیم که حقوق مدیران به 40-50 میلیون خواهد رسید، زمینی که دایره شمولش هم داریم افزایش میدیم. یعنی مدیران کل رو هم دارم میاریم، اگر مدیران مقامات کشوری بوده مدیران مقامات استانی رو هم میاریم. بر چه اساسی؟ بله، به جای اینکه حقوق نجومی بگیرا رو کم کنن، میخواستن باقیرم نجومی بگیر کنن. کله گاو و گوسالای استانی نظام رو هم بیشتر بکنن تو آخر که یه وقت صداشون در نیاد. البته یه سری هم از این طرح دفاع میکردن. الان حدود 15 ماه از این حرفی که من میزنم گذشته. یعنی 15 ماه در این کشور حقوقهای نجومی قانون ندارد. عزیزانی که مخالف صحبت کردید و درستم صحبت کردید، میگید مشکل داریم اگر این مصوب بشه سقف حقوق میشه 14 برابر، یعنی حدود 17 میلیون. ولی آیا میدانید که در این کشور الان هیچ قانونی برای حقوقهای نجومی وجود ندارد؟ هر چقدر لازمه پرداخت میشود؟ من این موضوع رو که کمیسیون اجتماعی آورده حرف دارم روش، اما به یک دلیلی دارم موافق صحبت میکنم، یعنی به عنوان یک گام به جلو، به این معنا که آقا اگر این مصوب بشه حداقل میفهمیم چقدر حقوق میگیرن. امروز تو کشور نمیفهمیم چقدر حقوق میگیرن. حدود 2 سال از سخنرانی رهبری توی کشور گذشته که جلو این حقوق نجومی رو بگیری. دیوان محاسبات ما مطلوب عمل نکرد، مجلس ما مطلوب عمل نکرد در این رابطه، دولت ما مطلوب عمل نکرد در این رابطه. امروز حداقل حقوق توی کشور 1.200، اما حداکثر حقوق رو خدا میداند. وای 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 وای،
عجب، مقر میاد که همه حرفای عظما برای جلوگیری از حقوقهای نجومی باد هوا بوده، سرکاری بوده، یعنی نجومی بگیرا همچنان نجومی میگرفتن. حرفش اینه که ما که داریم نجومی میدیم، اقلا تو کادر و چارچوب نجومی بدیم. عجب. بله دوستان، نظام ولایت نظام چپاول سیستماتیک و قانونیه. این طرح هم که اصلا تصویب نشد و از دستور کار مجلس نظام حذف شد، یعنی فعلا با خیال راحت نجومیشونو بگیرن. اما از بنده موشکاف بشنوی که وقتی حقوق نجومی بگیرا 30 برابر کارگرا و 20 برابر معلم باشه، معلم و کارگر و بیکار دست به دست هم میدن و کاری میکنن کارستون. فعلا خدا نگهدار.